تا اینجا هر چقدر که از دانش کوانتوم صحبت کردیم مسائل تئوری بود اما امروز میخوام یه مقداری وارد بحث عملیش بشیم یکی از کاربردهای فیزیک کوانتوم رادارهای کوانتومی هستند که از ویژگی درهم تنیدگی ذرات کوانتومی برای ردیابی استفاده میکنند تو این ویدیو مونا هم همراه ماست تا اطلاعات خوبش رو درباره رادار با ما به اشتراک بذاره مونا صاحب کانال اسپارمیان هست که ویدیوهای علمی مفیدی توی کانالش منتشر میکنه پیشنهاد میکنم عضو بشید و از ویدیوهای خوبش استفاده کنید خب قبل از اینکه بریم ببینیم که رادار کوانتومی چیه بریم ببینیم اصلا خود رادار چیه چطوری کار میکنه و ایراداتش چی بود که ما به فکر ساختن نوع کوانتومیش افتادیم رادار اولین بار توی جنگ دوم جهانی ساخته شد برای تشخیص تجهیزات جنگی مثل هواپیماها و کشتی ها مثلا که بعد مثل خیلی از فناوری هایی که دلیل ساختشون جنگ بود توی فعالیت های غیر نظامی ازشون استفاده شد بعدا. مثل مثلا هوا، فضا و خودروهای خودران حالا بهتون بگم که رادار چطوری کار میکنه رادار خیلی کارش خیلی ساده است اینطوریه که یه فرستنده ایه که یه سری امواج رادیویی رو به یه محدوده مشخصی میفرسته این امواج میرن و به یه سری اجسام خاص مثلا مثل هواپیما برخورد میکنن وقتی که برخورد میکنن یه مقدارشون بازتاب میشه و برمیگرده به سمت چی به سمت جایی که ازش اومدن تو سمت گیرنده یه آنتنی هست که آنتن گیرنده است توش یه پردازنده که این پردازنده میتونه تشخیص بده بر اساس این فاصله که این امواج رفتن برخورد کردن و برگشتن این جسمه تا رادار چقدر فاصله داره بجز اون میتونن مثلا جهت حرکت و حتی سرعتش رو هم تشخیص بدن و نکته جالبش اینه که شرایط جوی روی این اصلا تاثیری نداره یعنی توی باد بارون مه قلیز هم میتونن کار خودشون رو انجام بدن چرا چون که از امواجی استفاده میکنن که طول موج بلندتری داره مثل امواج رادیویی الکترومغناطیس و فروسرخ اما این رادارها به جز تمام خوبی هایی که دارن یه سری اشکالاتی داره که باعث شده که استفاده از اونها خیلی بهینه نباشه ایراد اولش اینه که خیلی دقیق نیستن یعنی یه جسم بزرگی مثل هواپیما رو در این حد تشخیص میده که یه نقطه متحرکه که داره حرکت میکنه حالا میتونه با استفاده از یه سر پارامترها مثل سرعت قدرت سیگنال بتونه تا حدودی تشخیص بده اما اون هم خیلی دقیق نیست و دچار اشتباه میتونه باشه مورد دوم یعنی ایراد دومش اینه که مثل یک چاقوی دولب است وقتی که یه رادار میاد یه کشتی رو تشخیص میده و میبینتش اون کشتی هم میتونه رادار رو ببینه و خب میتونه بزنه و نابودش بکنه چرا؟ چون که امواج رادار خیلی امواج قابل شناسایی هستند. مثل اینه که شما با یه چراغ قوه توی محیط تاریک دنبال یه نفر بگردید و وقتی اون آدم رو پیدا میکنید و نور چراغ قوه روی اون آدم میفته اون آدمه رو شما میبینید و اون آدمه هم شما رو میبینه که این خیلی ایراد بزرگیه ایراد سومش چیه در مورد هواپیماهای رادار گریزه که رادارها نمیتونن تشخیصشون بدن دلیلش هم اینه که توی اونها سیستمی وجود داره که میتونه از دید رادار مخفی بشه چطوری اینطوری که اون پرتوهایی که از رادار میاد به سمت اینها اینها یه مقدار خیلی زیادیش رو جذب میکنن و پراکنده میکنن حالا اون یه مقدار خیلی کمی که برمیگرده به سمت اون آنتن گیرنده انقدر ناچیزه که نمیتونه اندازه دقیق اینها رو تشخیص بده و ببینه که چیه این ایرادات باعث شد در کنار تمام خوبی هایی که رادارها داشتن به این نتیجه برسیم که ما باید یه چیز جایگزینی براش پیدا بکنیم که اون جایگزین رادارهای کوانتومی بودن ایده اصلی رادار کوانتومی از مفهوم در همتنیدگی کوانتومی استفاده میکنه که تو ویدیوهای قبلی در صحبت کردم دو تا ذره کوانتومی مثل فوتون یا اتم یا ذرات داخل اتم میتونن طوری به هم وابسته بشن که حتی با وجود فاصله‌های خیلی زیاد روی همدیگه اثر بذارن یکی از مثالهایی که برای توصیف در همتنیدگی استفاده میشه اینه یه جفت دستکش داریم میذاریمشون داخل دوتا جعبه جدا یکیشونو رو مثلا میفرستیم استرالیا یکیشون رو میفرستیم آلمان وقتی جعبه که داخل آلمانه باز بشه و ببینن دستکش دست راست توشه بلا فاصله مشخص میشه که اونی که استرالیاست مال دست چپه یعنی یه ارتباطی بین این دوتا هست که وقتی ویژگی های یکیشون رو میفهمیم ویژگی های اون یکی هم بلا فاصله مشخص میشه حالا رادار کوانتومی چجوری از این خاصیت استفاده میکنه اول بگم که کلیاتشون میدونم ولی اینکه دقیقا توی هر مرحله چه اتفاقی میفته رو نمیدونم چون هم خیلی جدیده یعنی هنوز یه نمونه کاملی از ساخته نشده که تایید شده باشه همین که چون یه موضوعیه که خیلی از نظر امنیتی و نظامی مهمه اون دولتایی هم که ممکنه فناوریشو داشته باشن زیاد مایل نیستن ازش صحبت کنن یا جزئیاتشو منتشر کنن. کلیت کار اینه که یه منبعی داریم که پرتوهای مایکروویوی تولید میکنه که ذراتش یا همون فوتوناش در هم تنیده شدن. یعنی دو دسته امواج الکترومغناطیس تولید میکنه که در هم تنیده شدن. پرتوهای دسته اول که بهشون میگن پرتوهای بیکار همونجا توی یه حلقه حبس میشن. اما پرتوهای دسته دوم که بهشون میگن پرتوهای سیگنال مثل رادارهای معمولی از طریق یه فرستنده منتشر میشن این پرتوهای سیگنال وقتی که به یه جسمی تو هوا برخورد میکنن در همتنیدگیشون با اون پرتوهای بیکار از بین میره و یه مقداری تغییر میکنن وقتی که این پرتوها از سطح جسم بازتاب میشن و از طریق آنتن گیرنده دریافت میشن با پرتوهای بیکار مقایسهشون میکنن از طریق همین مقایسه ها و اندازه‌گیری ها تصاویری به دست میاد که نسبت به رادارهای معمولی خیلی جزئیات بیشتری داره یعنی حتی مدل هواپیما رو میشه از روی شکلش تشخیص داد که این باعث میشه اشتباهاتش خیلی کمتر بشه مزیت دیگهش اینه که نسبت به رادارهای معمولی انرژی خیلی کمتری از خودش منتشر میکنه یعنی شناسایی محل رادار برای طرف مقابل سختتر میشه باز همین دقت بالا و ویژگی های دیگه که داره باعث میشه هواپیماهای رادارگریز شانس کمتری برای مخفی موندن داشته باشن اگه این رادارها به طور کامل ساخته بشن و اونطور که ادعا میشه بتونن هواپیماهای رادارگوریز رو پیدا کنن احتمالا برتری این پرنده های مخفیکار دیگه از بین میره برای همینه که این موضوع از نظر امنیتی و نظامی اهمیت خیلی بالایی داره هنوز هیچ نمونه کاملی از رادار کوانتومی ساخته نشده اما نمونه‌های آزمایشگاهی تا حدود زیادی تونستن موفق باشن. البته چین اعلام کرده که این فناوری رو به دست آورده، اما بعضی از افرادی که تو این زمینه تخصص دارن معتقدن که چینی‌ها بلوف زدن. چون ساختنش چالش‌های خیلی بزرگی داره که بعید به این زودی‌ها بشه حلشون کرد. یه عده دیگه هم نظرشون اینه که رادار کوانتومی در مقابل هواپیماهای رادارگوریز همچنان کار زیادی نمیتونه بکنه. مزیت اصلیش همون دقت بالاشه و هر حال باید منتظر باشیم ببینیم که کی ساخته میشه چجوری ساخته میشه چه تأثیری روی معادلات سیاسی و نظامی دنیا میذاره چون وقتی که شما یه همچین ابزار قدرتمندی در اختیار داشته باشی خیلی از روابطت با کشورهای دیگه عوض میشه کار با ذرات تو مقیاس کوانتومی یعنی اندازه های خیلی ریز سختی های خیلی زیادی داره اما در عوض قدرت زیادی هم به ما میده مثل همین رادار کوانتومی یا کامپیوترهای کوانتومی هر روز هم داره استفاده های بیشتری پیدا میشه برای خواص عجیب و غریب دنیای کوانتوم یعنی وارد یه عصر ابزارهای کوانتومی میشیم که میتونه دنیای ما رو جوری تغییر بده که دیگه هیچ وقت مثل قبل نشه شما هم لطفا نظر خودتون رو تو کامنت بنویسید تا ویدیو بعدی یادت باشه که بدون هیچ ترسی سوال بپرسید